و در این بخش از برنامه رشید فیضی نژاد از هنرمندان سرشناس کردستان ایران میهمان خبرها و نظرهاست. آقای فیضی نژاد استاد ویولون و آهنگساز حدود نیم قرن در عرصه هنر موسیقی فعالیت داشتند. رشید فیضی نژاد ساکن فنلانده و برای برگزاری آیین نوروز به آمریکا دعوت شده. درود بر شما آقای فیضی نژاد. سلام، خیلی متشکرم. منم اجازه بدین این ایده فرخنده، ایده باستانی ایرانیان را، ایده نوروز را به همه ایرانیان، چه در خاک ایران و چه در هر جای این گیتی پناور زندگی میکنن، تبریک عرض بکنم. بله. و همچنین به شما جناب آقای جوانمردی. متشکرم. در آمریکا چه برنامه هایی داشتید برای نوروز؟ عرض کنم یه برنامه خیلی مفصل، خیلی مهم که همه کردهای پایتخت گرده هم اومدند. البته اکثریت کرده وگرنه فارس و غیر کرد زبان بودن، ایرانی هم بودن، اما روی هم با میشه گفت این ابتکار از سوی کرتا بود و از جانب کرتا این ارگانیزه شده بود، این برنامه برنامه که شما بودید. بله، به دعوت هیئت برگزار کننده این جشن های نوروزی ما را از فنلاند دعوت کردن به واشنگتن و دیشبم این برنامه برگزار شد و تقریبا میشه گفت اگه حمل به خودستایی نباشه مجموعه راضی بودن از برنامه، دست کم برنامه بنده. بله، اگر موافق باشید پس به گوشه هایی از برنامه‌ای که شما دیشب برگزار کننده اون بودید، در آهنگا شرکت داشتید، نگاه کنیم. بفرمایید. فیضی نژاد، در خبرها هم حتما شنیدید که در دیگر کشورها، کردها در ترکیه، در عراق و حتی در سوریه هم آیین‌های نوروزی رو برگزار می‌کنند. بفرمایید که در بین کردها چگونه برگزار میشه عید نوروز؟ بله، عرض کنم همچنان که خودتون و بیننده‌های عزیزم آگاه هستین، نوروز عید باستانی آریایی هست. در نتیجه کردها هم یه بخشی از آریایی را تشکیل میدن و بخش مهمی هم از آریایی تشکیل میدن، یعنی نژاد دوم بعد از فارس از نظر جمعیتی، از نظر ملیتی در از آریایی ها. اینه که نوروز برای ما مقدسه و هر منطقه ای به حالت قدیمی خودش، به شیوه خودش اجرا میکنه این روز را. مثلا ما کردهای ایرانی یا کردستان ایران با توجه به اینکه با دیگر اقوام ایرانی در یک کشور پهناور مثل ایران سالها هزارها ساله زندگی میکنیم، از هم دیگه تأثیر گرفتیم. یعنی مثلا چهارشنبه سوری چون از پارسا اومده، در نتیجه در روی کردها ایران هم تأثیر گذاشته، در حالی که این چهارشنبه سوری در بین کردها ترکیه و سوریه و عراق نیست، تا
تنها شب نوروزه. یعنی آیین های کردهای ایرانی مشابه هست با سایر نقاط ایران. اما اونا به شیوه خودشونه، چون پایتخت یعنی قسمت حاکمیت کشورهایی که درش زندگی میکنن اصولا باوری به نوروز ندارن. در سایر کشورها، در سایر کشورها و سوریه، غیر از ایرانی، غیر از آریایی ها، اینه که اونا تونستن تا این جا حفظش بکنن. بله. اینه که نتونستن مثل ما نه سیزده بدر رو دارن متاسفانه، نه چهارشنبه سوری رو دارن، بلکه فقط نوروز. اما ما نوروز و چهارشنبه سوری و سیزده بدر هم داریم. بله. اگه ممکنه کوتاه بفرمایید برنامه دیگه هم دارید برای نوروز در آمریکا؟ در آمریکا یک کمپینگی هست امروز، مستظر هستیم که بعد از این برنامه شما به اونجا میری که بعضم ادامه همین برنامه های نوروزی و مقصود مالدی شبه به مردم اعلام شده، یعنی که امروز هم همچین برنامه در پارک هست. ما میریم خلاصونه که عکسی چیزی دوست دارن با ما بگیرن یا در بینشون باشیم، این دفعه به شیوه دیگری، به جور دیگری در خدمت هستیم در پارک. آقای فیزین جا، در مورد کارهای هنریتون بفرمایید، چه کارهایی دارید در دست اجرا دارید برای آینده؟ والا جمع آقای جوان مردی، من به حد کافی کار کردی را کردم، یعنی من حقیقتش اگه حمل و ترجمه باشیم تا اینجا اونطوری که شنیدم از این اون خودم هم برداشت کردم بدهکار نموندم به ملت کرد. اما این روزا من متوجه میشم فارسی ها برنامه های فارسی داره به پاپ و روک و چیزای میره که این آهنگ اصیل ایرانی کم کم داره از این میره. من مثل وظیفه بالاخره ایرانی هم، برنامه بعدیم اینه که یک قسمت از آهنگ اصیل ایرانی که در حال از بین رفتن و که متاسفانه خانده های قدیمی یا فوت کردن یا پیر شدن یا میدون ندارن داخل ایران با این وضعیتی که متاسفانه پیش اومده برای همه، من مثل وظیفه لازم میدونم، تشخیص دادم که لازم یک دریچه هم به طرف اونا باز بکنم و نظرم اون چیزی که بلدم با رفتن من با مرگ من از بین بره. موسیقی سنتی ایرانی میخواید بپردازید؟ بله، چیزی هست که در آستانه از بین رفتنه، در شرف از بین رفتنه. یعنی من خودم مثل کسی که مدیونم به این آب و خاک، وظیفه خودم میدونم که هر جایی ببینم تشخیص بدم فوراً به اون اقدام بکنم. از جمله آنگایی که داره از بین میره و عزیزان همکارای هنریم مخصوصا در لس آنجلس خیلی رو به پاپ و روک و راپ اخیرا روی آوردن. بله. من اینجا لازمه که موضع بگیرم. بله. موضع منم ضبط این چیز هست که داره از بین میره. بله. بسیار سپاسگزاریم از شما، از شرکتتون در این برنامه آقای فیزین شما. بدرود. بینندگان گرامی، خبرها و نظرهای امشب در اینجا به پایان میرسد. به استودیوی دیگر صدای آمریکا میریم برای دیدن تفسیر خبر با اجرای آقای چالنگی. درود بر شما آقای چالنگی و نوروز رو شاد باش میگیم به شما. درود و سلام بر شما آقای جوانمردی عزیز و شاد باش و خجسته باد نوروزی بر شما. در ساعت پیش رو با شما ایم و در کنار شما در تفسیر خبر از صدای آمریکا. تفسیر خبر هر شب از صدای آمریکا.